بسم الله الرحمن الرحیم ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامه ای کنم باز شاگردای خوب سنف هفتم همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته را به خوبی خوانده باشید خب شاگردای خوب در ابتدا یک مروری داشته باشیم در درس گذشته و به مهمترین نکات درس قبل ما و شما یک اشاره بکنیم و پس از او بریم تا ببینیم امروز چی چیزای جدید را یاد خواهیم گرفت <applause> خب شاگردای خوب سنف هفتم امیدوار هستم که حواستان خوب خوب جمع کنین سوالات امروز سوالات تشریحی است سوال اول پندک چیست؟ انواع آن را نام ببرید. در جلسه گذشته ما و شما پندک یاد گرفتیم. گفتیم شامل برگ ها یا ورقه های بسیار نازک و به هم چسبیده ای هستند که بعد از نمو ساقه بر روی ساقه به وجود می آید. و دو نوع پندک هم ما داریم. یک پندک پندک رأسی یا نمویی و دیگری پندک جانبی. سوال دوم رشد طولی ساقه توسط کدام نوع پندک انجام میشه ما گفتیم که زمانی که ساقه قدش بلند میشه و به عبارت رشد طولی داره ای در نتیجه پندوگ های انتهایی یا پندوگ های نمویی است که در بعضی از کتاب های علمی به نام پندوگ های رأسی هم یاد میشه سوال سوم شاخه های جدید و برگ ها از رشد کدام پندوک به وجود می آیا؟ بله شاگردای خوبی که گفتن پندوک جانبی پاسخ صحیح دادن پندوک های نموی یا انتهایی طول یک نبات افزایش میدن و پندوک های جانبی سبب رویش شاخه ها و برگ های جدید شود. سوال چهارم انواع ساقه را با ذکر مثال نام ببرید ما در جلسه گذشته چهار نو ساقه را معرفی کردیم ساقه راست ساقه زیرزمینی ساقه های خزنده و ساقه های پیچان بود که هر کدام از اینها را با یکدیگر ویژگی هایش را خواندیم عکس هایش را برای شما نشان دادم و اینا را شناختیم خب شاگردای خوب بریم که ببینیم ما امروز چه چی چیز جدیدی را یاد میگیریم خب شاگردای خوب ما امروز در رابطه با ساختمان ساقه نباتات چوبی یک چیزای جدید را میخوایم یاد بگیریم یعنی ببینیم که در ساختمان مایکروسکوپی ساقه نباتات چوبی مانند درختان ما چی چیزایی را میبینیم و اونا را بشناسیم آشنا بشیم تا بتانیم در طبقه بندی نباتات از ویژگی های اونا استفاده کنیم خب شاگردای خوب ما نباتات چوبی مانند درختان اگر ای یک درخت باشه و ما تنه ای درخت قطع کنیم و از بالا به اون نگاه کنیم به عبارت یک برش عرضی داشته باشیم یک سری حلقه هایی را در این تنه از درخت ما و شما میبینیم که ویژگی هایی را به ما و شما یاد میده و امروز ما و شما میخوانیم که این دایره چی هست و هر کدام از اینا نشان دهنده چی هست چرا بعضی از این دایره رنگ تیره داره و بعضی از این دایره رنگ روشن داره خب حالا ما قبل از اینکه این دایره رو را بخوانیم ابتدا بریم ببینیم که در از نظر ساختمان مایکروسکوپی یعنی از نظر انساج ما چه بخش هایی را داریم و بعد از او بر می گردیم و این دایره ها را با یکدیگر میخوانیم ابتدا ساختمان مایکروسکوپی را و پس از او میاییم و ساختمان ظاهری را با یکدیگر یاد میگیریم و مطالب جدید را امروز ما و شما میخوانیم خب شاگرده خوب ما ساختمان نباتات چوبی ما هم ساختمان ریشه اونا رو باید بخوانیم هم ساختمان ساقه این نباتات ها. در جلسه امروز در رابطه با ساختمان ساقه نباتات با یکدیگر صحبت میکنیم خب اگر ما یک برش ارزی را در ساقه یک نبات چوبی بدیم سه بخش ها ما و شما میبینیم یکی قسمت پوست هست و یکی قسمت چوب و یک قسمت مغز هست این بخش ها از خارج به داخل هستند خب همونطور که در شکلی که در از یک برش ارزی یک نبات ما برای شما آوردم میبینیم قسمت پوست یعنی یک قسمت تیره رنگ هسته که معمولا ما همون را در روی تنه درختان در فصل های مختلف سال میبینیم و مابقی به سمت داخل هست یعنی به سمت داخل یا مرکز ای ساقه بعد از قسمت پوست ما قسمت چوبه داریم که تقریبا زخامتش میشه و قسمت مغز را داریم که در مرکز یک ساقه نبات چوبی قرار داره اما هر کدام از این بخش ها دارای ویژگی های خاص خود هست حالا ما و شما اینا رو بیشتر بخوانیم ببینیم که اینها چه بخش را داره و چه ویژگی را به خود اختصاص میده خب این پوست درخت که ما و شما میبینیم مثلا هر سالی را که عمر یک درخت اضافه میشه این درخت پوستش کنده میشه یعنی همو پوست خارجی و بیرونیش در واقع این نبات با افزایش سن پوستریزی داره این پوسته ها تکه تکه میشه و میریزم خب پوست این نباتات شامل دو بخش است یک بخش خارجیه که ما و شما رو میبینیم و یک بخش داخلیه که به زیر این انساج قرار داره بخش خارجی یعنی همون بخش تیر رنگی که ما و شما در تصویر با یک فلش نشان میدیم دارای حجرات زخیم و سخت هست این حجرات حجرات مرده هستند به همین خاطر است که تکه تکه شده و از تنه درخت می ریزن. اما لزوم وجود این حجرات مرده برای چیه؟ این حجرات مرده بسیار برای همی ساقه نباتات اهمیت داره مانند هم کلاگه که ریشه که اگه یادتان بیایه گفتیم اون کلاگک ریشه یک حجراتی است که نقش حفاظتی یا به عبارت نقش محافظتی داشت حالا این حجرات مرده در بخش خارجی پوست تنه درختان به خاطر این هست که باعث میشن نبات ما آب زیادی را از دست ندن یه مانند یک سپر یا یک محافظی عمل میکنه تا آب زیادی را گیاه به صورت بخار یا به صورت گازهای تنفسی از دست نده خب دیگری داخل شدن میکروب ها مانع داخل شدن میکروب میشه تا زمانی که همه حجرات مرده به تنه درخت چسبیده باشه اجازه نمیده که میکروب ها از بیرون به داخل انساج نباتی نفوذ داشته باشد و دیگری از زخمی شدن این نبات هم محافظت می شه. شاید شما دیده باشین یا خدای نخواسته در نزدیکان خودتان هم دیده باشید که یک زمانی که به یک گردش یا میله یا تفریح میرین تاریخ همون روزه بر روی تنه درختان با یک شیء نکتیز حک میکنن و به یادگار می نمیسن. ما و شما امروز می دانیم که نباتات یک موجودات زنده هستند و بسیار هم برای زندگی ما و شما اهمیت دارن خب از این پس ما و شما دیگه نه خود ما این کار انجام بدیم و نه به اطرافیانمون اجازه بدیم با حکاکی و کندکاری بر روی درختان این لایه ای از حجرات مرده که در بخش خارجی پوست نبات است میرزه و او انساج زیرین در معرض مستقیم در تماس با بیرون قرار میگیره هم آب زیادی از اونجا از دست میره هم راهی برای ورود میکروبا به داخل انساج نباتی باز میشه پس لطفا به این موضوع توجه داشته باشید خب حالا در تصویر اگر ما و شما ببینیم از قسمت بیرون این بخش خارجی پست ساقه نباتات چوبی هسته که برنگ تیره هم هست و تکه تکه میشه و میریزه اما به زیر از همین بخش خارجی یک لایه دیگری داریم به نام بخش داخلی که از نظر علمی به او کارتکس هم گفته میشه. پس یک سوال امتحان. بخش داخلی پوست ساقه نباتات چوبی چه نام داره؟ میگیم بخش داخلی پوست نام دیگرش کارتکس هست. خب حالا این کارتکس کجا هست؟ این قسمتی که فلیش اول ما برای شما میزنم بخش خارجی هست. این فلیش دوم که یک کمی داخلی تر رفته، کارتکس نام داره در این قسمت مواد غذایی برای نبات ذخیره میشه خب این یک قسمت حد فاصل هست بین بخش خارجی پوست و یک لایه یا یک حلقه از انساج بسیار مهم و زنده به نام کامبیوم همون دایره هایی رو که من در اسلاید قبلی برای شما نشان دادم و پای تخته هم برای شما کشیدم او دایره ها توسط همین لایه یعنی توسط لایه یا حلقه کامبیوم به وجود می آید خب پس ما می که پوست درختان دو لایه داشت یک بخش خارجی و یک بخش داخلی یا کارتکس اگه در امتحان سوال شود کامبیوم موقعیتش در کجاست می کامبیوم درست در زیر کارتکس قرار داره خودش متعلق به انساج پوست نیست در زیر انساج یا بخش داخلی پوست به نام کارتکس است که نامش هم کامبیوم هسته که تقریبا همی کامبیوم یا در بعضی از کتاب ها به بخش چوبی نوات یاد میشه زخامت را یعنی حد فاصله تا تا مغز ای ساقه تشکیل میده بستگی بزی داره که این نواد چند سال عمر داشته باشه خب حالا پیشتر و حلقه ها رو باز برای شما خام گفت کامبیوم که در زیر کارتکس قرار داره یک چیز بسیار یک بخش یا یک جزء بسیار مهم میره برای نباتات میسازه که او همو انساج هسته خب انساج انتقالی شامل زایلم و فلویم خب شاگردای خوب بخاطر دارید که در ابتدای بیولوژی سنف هفت ما و شما انساج های را خواندیم پارانشیم ها، اسکولارانشیم ها، ها که اینا انساج اپیدرمی بود بعد از او انساجی را خواندیم به نام انساج اساسی و پس انساج انتقالی انساج انتقال... انتقالی شامل دو بخش زایلم و فلویم بود خوب شاگردای خوب یادتان می زایلم چی میکرد؟ آفرین زایلم همو بخشی در نبات بود که توسط ریشه آب و مواد مدنی از خاک جذب میشد بعد به زایلم داده میشد خب زایلم این مواد از ریشه می گرفت و به ساقه انتقال میداد و به برگ می رسان و در کلوروپلاست ها عمل فتوسنتز یا ترکیب زیایی انجام می و غذاسازی در نبات اتفاق می افتاد. حالا فلویم همه غذای ساخته شده را از برگ ها می گرفت به ساقه و پس از او به شاخه ها و حتی انساج ریشه هم انتقال میداد خود این انساج انتقالی توسط یک بخشی به نام کامبیوم همین حلقه کامبیوم ساخته می شود. حالا حال ما شما این موقعیت کامبیوم ها ببخشید موقعیت از این انساج انتقالی بسیار مهمه که در سوالات کنکور، در سوالات سنف بسیار بسیار, بسیار بارها تکرار میشه که جهت ساختن ای زایلم ها و فلویم ها چگونه خواهد بود خب شاگردای خوب ما برمیگردیم به پای تخته و محل تولید زایلم و فلویم ها را ما برای شما نشان میتونم خب ما گفتیم که در زیر پوست حالا ای اگه لایه پوست باشه که هم بخش داخلی و خارجی یک جای هست دیگه ما اون نشان نمیدیم و یک لایه به نام لایه کامبیوم قرار داره من برای شما یک رنگ دیگه میکنم تا به خوبی ببینید پس لایه یا حلقه کامبیوم چونی به صورت یک حلقه هم حلقه هم یاد میشه لایه حلقه همه یک چیزه. حلقه کامبیوم هست خب این حلقه کامبیوم برای ما انساج انتقالی رو میسازه اما جهتش چگونه هست خب این انساج انتقالی تاور ساخته میشه که به صورت یک بخش قیف مانند ما و شما میبینیم ده تنه درختان حالا ما این تیکره اینجا بزرگ کردم شما میبینید ما چون بریش ما بریش ارزی هست از بالا ما این زایلم ها که به صورت یک سری نل ها یا لوله ها هست ما زمانی که بریش ارزی بدیم و از بالا نگاه کنیم دایره دایره میبینیم خب اینا انساج زایلم هست و در رأس این مخروط ما یا قیف ما فلویم را میبینیم فلو یم. خب پس دقت کنید زایلم ها به سمت مغز ساقه و فلویم ها به سمت پوست ساخته میشه پس زایلم ها به سمت داخل و فلویم ها به سمت بیرون ساخته میشه اینو به صورت دایره های هم هست یعنی این انساج حالا من اینجوری به صورت یک دایره دایره خورد برای شما میکشم همه از اینا ما که متعلق به یک سال هسته بروی یک دایره یا یک کره یک فرضی میبینیم ساخته میشه با سال بعد یک حلقه دیگه اما ای که سال بعد او حلقه جدید ما که شامل انساج زایلم و فلویم هست آیا به سمت مرکز ساخته میشه یا به سمت بیرون او را باز یک کم پیشتر با یک دیگر یاد میگیریم شاگردهای خوب ما دوباره در تصویری که در اسلایت هسته بر میگردیم ای بخش های قیفمانند و مخروطی را بهتر میبینین یک دایره هست که قسمت های داخلش انساج زایلمه و فلویمه ها به صورت یک بخش دیگری بر روی از این ها قرار داره حالا چون این متعلق به یک نباتی هست که دارای انساج اسکولارانشیم هم هست یعنی انساج اساسی از نوع, از نوع اسکولارانشیم هم. اسکولارانشیم هم نشان داده میشه که گفتیم دارای حجرات چوبی و مرده هستم خب پس به خاطر داشته باشید که اگر مغز ساقه مانند یک هسته در وسط قرار بگیره زایلم ها به سمت مرکز و فلویم ها به سمت پوست ساخته میشه خب در اسلاید باز برای شما انساج انتقالی زایلم و فلویم یک بار دیگه یادآوری میکنیم که میگیم که در واقع زایلم ها بودن که آب و نمک های معدنی یا مواد معدنی را از ریشه میگیره و به قسمت های مختلف نبات میرسانه حالا این یک برش دیگه هسته که لایه لایه هست همی لایه ها یا همی طبقه ها را واضح تر و بهتر برای شما نشان میده میبینین که بیرونی ترین قسمت از سمت خارج به داخل به بخش پست داخلی و خارجی یا پست برون و پست درون نشان داده میشه پس از پست ما کامبیوم را داریم و پس از کامبیوم قسمت چوبه داریم و در قسمت وسط که مغز ساقه یاد میشه این قسمت چوبی که حالا باز پیشتر میخوانیم همون انساج زایلمی هست که توسط حلقه های کامبیوم در ساقه این نباتات ساخته میشه خب حالا ما و شما در قسمت مغز ساقه می رسیم یعنی در همون قسمت مرکز ساقه نباتات چی؟ نباتات چوبی آفرین در نباتات جوان به خوبی تشخیص داده میشه. یعنی اگر یک نبات چوبی جوان باشه و ما ساقه این نبات یک بریش عرضی بدیم قسمت وسطش رنگش با یک دیگر با بقیه قسمت‌ها قسمت ها فرق میکنه حجرات کلانتری هم داره و تجمع بیشتری داره و براحتی مغز این ساقه قابل تشخیص هست خب این حجرات بزرگی هم که داره به خاطر ذخیره یا به عبارت حضور مواد غذایی هست که در اونجا پس ما و شما فراموش نکنیم که مواد غذایی در نباتات جوان بیشتر در مغز ساقه نبات ذخیره میشه و در نباتاتی که یک ذره سن نشان گذشته تر باشه در دا قسمت داخلی پوست یا همو کارتکس هست که اونجا مواد غذایی ذخیره میشه خب به قسمت وسط یا قسمت مرکز تنه درختان هم همو ساقه نبات هست ببخشید مغز ساقه هست که در تصویرم من برای شما نشان دادم خب اما نباتات چگونه رشد میکنه یا به عبارتی نباتات چگونه بزرگ میشه در جلسه گذشته همون جاهایی که پندوک ها را با یکدیگر خواندیم به اینا اشاره کردیم گفتیم با توجه به زی که کدام پندوک رشد میکنه ما دو نوع رشد در نباتات میبینیم یک رشد اولیه بود که افزایش قد یا طول یک نبات هست که در نتیجه رشد پندوک های نموی یا رأسیه و دیگری رشد ارزیه که چاق شدن همین تنه درختانه اضافه شدن همون دایره هایی که می که متعلق به چند سال خواهد بود پس بلند شدن ساقه به نام نمو و طولی هم یاد میشه خب نمو و طولی توسط پندک نمویی که در رأس ساقه نباتات قرار داره ما چرا این کلمات برای شما زیاد تکرار میکنم به خاطر از اینکه این سه تا چیز بسیار با یکدیگر ارتباط داره نمو و تولی پندک‌های های نموی و رس ساقه هم محلش را بدانید هم نوعش را بدانید و هم نتیجه را بدانید که سبب رشد تولی یک نبات میشه خب حالا به خاطر از که ما،, ما و شما ای را بهتر درک کنیم که قد یک نبات در نتیجه رشد پندوک های نموی هست یک فعالیت یا یک آزمایش هم میتونیم ما و شما انجام بدیم در جلسه گذشته به گمانم برای شما مثال زدیم گفتیم با نزدیک شدن فصل بهار باغبانا میایه و شاخه های جانبی را قطع میکنه تا او پندوکی که در رأس یک نبات قرار داره سبب رشد طولی بشه خب برعکس از این هم اتفاق میفته اگر ما و شما بیاییم و پندکهای های رأسی را قطع کنیم رأس شاخه ها را قطع کنیم یعنی زمانی که دیگه نخواهیم نبات ما قدش بلند شود مثلا باریک و محصول کمی را میده حاصلات کمی را برای ما و شما میده خب ما رأسی از این نبات که قطع کنیم پندکهای های نموی را از بین بردیم حالا شرایط فراهم کردیم تا کدام پندک رشد کنه آفرین پندکهای های جانبی اگر ما جانبی را قطع کنیم رأسی ها رشد میکنه انتهایی ها یا نموی ها رشد میکنه و اگر رأسی ها یا انتهایی ها رو قطع بکنیم پندوک های جانبی رشد میکنه. خب در تصویر هم میبینین که ما شامل رویش بخش های جانبی در نبات هستیم شاخه های جانبی، برگ های جانبی یا حتی گل های جانبی خب که اینا در نتیجه چی هستش؟ پندوک های جانبی کی رشد از اینا سرعت پیدا میکنه که یک نبات از نظر بخش های جانبی سریعتر و بیشتر رشد میکنه زمانی که ما پندوک های نموی رو چیکار کنیم قطع بکنیم ما شرایط رشد جانبی را برای این نبات یا ساقه نبات ما فراهم میکنیم خب حالا میرسیم به همین دایره‌هایی که به نام دوایر سالانه یاد میشه یعنی این دایره سن یک نبات برای ما و شما مشخص میکنه خب اولا یک چند چیز ما برای شما بگم که باید قبل از ای که سن یک نبات ما و شما بدانیم بخوایم سن بسنجی میره بدانیم یکی اینکه این ای دایره ها گفتیم یک دایره تیره و یک بخش روشنه خب یادتان باشه که او بخش تیره زایلم های و او بخش روشن فلویم های پس چی شد؟ دایره های تیره ها و دایره های تیره فلویم از طرفی ما برای شما گفتم در هر سال حلقه کامبیوم زایلم را به سمت مرکز و فلویم به سمت بیرون می سازه. یعنی همزمان زایلم و فلویم ساخته می شه. پس یک دایره تیره و یک روشن با یک دیگر یک سال بگیریم حتی دیده شده که نباتات با توجه به ای که در چه مناطق جغرافیایی زندگی میکنه در اون سال چقدر بارش یا باران داره زخامت ایلایه ها فرق میکنه هر چقدر پربارانتر باشه هر چقدر آب بیشتری توسط باران به این نباتات چوبی برسه بخش فلویم ها یعنی دایره های روشن قطرش بیشتر میشه و هر چقدر فصل گرم سال بیشتر باشه آب کمتری به نبات برسه او دایره تیره که مربوط به زایلم ها بود او قطرش بیشتر میشه ای از تفاوت رنگ و تفاوت قطر خب حالا ما و شما سن حساب کنیم پس ما گفتیم که یک دایره تیره و یک روشن با یک دیگر یک سال بگیریم گاهی وقتا اگر این فراموش کردیم بیایم پیش خود ما این بنا بذاریم بگیم یا دایره های تیره را حساب کنیم یا دایره های روشنه. پس هر دور همزمان نگیریم ما نیاییم بگیم تیره یک سال روشن دو سال باز تیره سه سال روشن بعدی چهار سال این سن نبات دو برابر میکنه یا تیره ها را حساب کنیم یا روشن ها را یا تیره و روشن با یکدیگر یک سال بگیریم خب یک نکته دیگه هم که جالب است و در سوالات ممکنه زیاد تکرار شود این هست که کدام حلقه سنش از همه بیشتر و کدام حلقه سنش از همه کمتره خب حالا شما فکر کنین هر سال که نبات کلانتر میشه پوست نبات میریزه در امروز در جل... اول اسلاید د... اول درس امروز خواندیم بخش خارجی پوست میریزه تا پوست جدید به وجود بیاید پس ما و شما نتیجه میگیریم خارجی ترین حلقه جدید ترین حلقه هست و داخلی ترین حلقه کوهندترین یا قدیمیترین حلقه هسته حلقه های جدید به سمت بیرون ساخته میشه اول حلقه ها ساخته میشه که همزمان با ساخته شدن حلقه ها دیگه ای ساقه نبود در پست سال پیش جا نمیشه پس در نتیجه پست بیرونی که حجرات مرده داره ترک ترک میشه و او لایه میریزه و لایه زیرش جای را باز میکنه برای حلقه جدید. اگر از بیرون به سمت مرکز حساب کنیم حلقه ها سنشان هی بیشتر و بیشتر میشه اگر از ساقی نبات به بیرون حساب کنیم هی سنش کمتر و کمتر میشه پس داخلی ترین حلقه از همه قدیمی تر و خارجی ترین حلقه از همه جوانتر یا جدیدتر هست خب رشد ارزی همین اضافه شدن حلقه های که من برای شما گفتم در اثر تکثیر حلقوی کامبیوم به وجود می آید و رشد طولی بر اثر رشد پندوگ های نموی به وجود می آید این برای سوالات صحیح و غلط و چهار ای بسیار توجه می رشد ارزی در نتیجه رشد حلقه های کامبیوم و رشد طولی در اثر رشد پندوک های نموی هست خوب شاگردای خوب ما اینشاالله که درس امروز خوب گوش کرده باشید و از چیزایی که امروز یاد گرفتید لذت برده باشید خب ما و شما هر چیزی که از این دنیای بیکران خداوند یاد میگیریم هر روز پی به قدرت بیشتر خدا میبریم پس ما در مراقبت و حفاظت از نباتات و حیواناتی که در زندگی به ما و شما بسیار بسیار مفید هستند باید بیشتر و بیشتر دقت کنیم خب شاگردای خوبم شما را تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می اما فراموش نکنید که درستان خوب خوب بخوانید تا ایشالله جلسه بعدی به سوالات ارزیابی ما بتانید پاسخ مناسب و درستی بدید خب عزیزان خدا یارو نگهدار شما